بررسی های انجام شده توسط خبرنگار ما حکایت از آن دارد که عربستان سعودی و در برخی از کشورهای اسلامی هزینه ویزا برای حجاج و عمر گذاران را افزایش داده است. گفته می شود یکی از این کشورها اردن است. در همین راستا یکی از شهروندان اردنی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود به خبرنگار اخبارشی گفت چند روز قبل از ماه عظیم رمضان برای دریافت ویزای عمره اقدام کردیم. قیمت این ویزا آخرین باری که پرسیده بودم 15 دینار اردنی برابر با 20 دلار بود اما این بار که قبل از ماه رمضان برای گرفتن ویزا اقدام کردیم از ما 150 دینار نزدیک به 200 دلار پول دریافت کردند. وی در ادامه افزود علت این موضوع مشخص نیست اما واقعا ده برابر شدن این هزینه بی انصافی است و از نظر ما این اقدام به مصابه سوء استفاده حکومت آل سعود از موضوع حج و عمره برای دستیابی به پول بیشتر است این شهروند اردنی که تقریبا نیمه اول ماه عظیم رمضان را در عربستان گذرانده و به تازگی از عمره به کشورش بازگشته همچنین گفت بنده به همراه همسرم چند سال پیش نیز به عمره رفته بودیم عمره امسال به کلی با گذشته تفاوت داشت و به هیچ وجه طعم معنوی عمره نداشت وی در این باره گفت محدودیت های بسیار زیادی از سوی نیروهای آل سعود در نقاط مختلف اعمال شده و همه آن به بهانه بیماری کرونا است در حالی که اگر با دقت موضوع را بررسی کنیم میبینیم خیلی از این محدودیت ها بی مورد و غیر منطقی است برای مثال زیارت برخی اماکن بیش از یک بار ممنوع است این شهروند اردنی افزود برای روشنتر شدن موضوع به بیان یک نمونه بسنده می کنم. هنگام ادای مناسک عمره و پایان هفت بار تواف خانه خدا بلا فاصله نیروهای انتظامی مکه ما را به سمت بیرون مسجد الحرام هدایت کردند. گفتیم میخواهیم باز هم دور کعبه تواف کنیم گفتن ممنوع است. گفتیم اقل توقف کنیم و دور اکعت نماز بخوانیم گفتن در اینجا ممنوع است. بیرون از محبته مسجد الحرام باید نماز بخوانیم.